به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب خدمت شما وطنداران عزیز، ان شاء الله جور و صدمن سرحال باشین. خوشحال هستم یک بار دیگر من مسعود محمدی با جوام کاران خدمت شما قرار گرفتیم. دوستان عزیز، امروز آمدیم تو از یکی از کوچه های مقبول و زیبای ارزان قیمت با شما تصاویر های خیلی زیبا داشته باشیم، گفتنی های با اهالی منطقه و همچنان تصاویر از گل و سرک و مقبولی های این صاحب سایه ارزان قیمت از بلاک اول و کوچه اتفاق. واقعیت کوچه خیلی با اتفاق از دوستان عزیز، شما میبینید که نام خدا سرک خیلی پاک و منظم، جنبای خیلی عالی، گل و گلکاری دیگه، از هر نگاه نام خدا این کوچه پرفکت است. شما میشه بسید تصویرش رو ببینید، دوباره بر بگردید با ما باشین، ان شاء الله گفتنی به اهالی منطقه هم داره. خب دوستان عزیز، شما بسته تصویری از این کوچه مقبول، از این سرک مقبول، از این باغ و بستان و گلستان مقبول دیدین. واقعیت که نام خدا امتو جای مقبول و زیبا در کابل هست، خو به این اندازه با اتفاق نخواد باشه. این کوچه هم به نام کوچه اتفاق نامیده میشه. قبلا من به شما گفتم کوچه اتفاق مربوط بلاک اول ارزان قیمت است. مردمانش خیلی مردمان با فرهنگ خوبه هستن و همیشه کوشش میکنه که منطقه خود پاک و منظم نگه دارد. دوستان میبینیم که ما در این سایه هستیم، ذره خاک نمیبینیم دیگر. خوشا به حالشان. در کنار ما دو شخصی که در این سایه زندگی میکنه هست، انشاءالله نظریاتشان هم داشته باشیم، میبینیم که چی نظریات دارن، چی احساس دارن وقتی در سرک مقبول قدم میزنن. سلام علیکم، وقتت بخیر، میشه خود یک معرفی کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو مرزا الدین نگرار ولایت د خوګانو اوسیدن کې پیران ارزان قیمت اوله چاره ای اوله کوچه دی اوسیدن کې. ماشاءالله دی کوچه خلق ډیر با تمدن او ډیر تشویقی خلق دی، یعنی په دې کوڅه کې ډیر ښه سهم اخلي، نظافت په حساب باندې هره ورځ دا کوڅه پاکوي او خلک یې ماشاءالله ډیر با اتفاق او ښه خلک دی. سلامت باشین. دیگر هم در این سایه ارزان قیمت همین رقم کوچه مقبول وجود داره؟ خودت خود در این منطقه است، یکم چکر میزنید دیگر اکی میبینید طرف های در رقم کوچه؟ خو نور کوچه که دقیق نیشه بردن قیمت که خود در رقم کوچه نیشه، خو انشاءالله نور کوچه هم خیده خدا بیا دیر دی کوچه خلا دیر پالا خلا دیر پالا خلا دیر. خب یک سوال دیگر، خودت در این منطقه هستی، این حال خود کوچه جور شد نام خدا، گل و گلزار شد و سرکشان پخته شد، مسئولیت خودت چی است که خودت باید چی کنی؟ مسئولیت خودم داده چی میگه دی کوچه ساتن ها دقا اوکو دی بوتو دی دقا دی باره که نورم بایده مگه دقا اوکو خلق هم تشبیه کو چه بوتی او کری چه منونه او کری چه دا کوچه از مگه داشتی نورم خسته و بزی باشی. سلامت باشین. باش که این برادر ما مستاده است همراه این آمد داشته باشیم. سلام علیکم، وقتت بخیر، تشکر از اینکه ما را اجازه دادی که در کوچه زیبایتان بیم و همراه شما حرفایی داشته باشیم. میشه خدا معرفی کنید که دوستان خود تا بشناسه؟ سلام، وقت شما بخیر. اسم ما تایم است، باشنده ارمی اردن خیمت باشیم کوچه اتفاق دیگه. جان بله. یک سوال، چطور خواستین که کوچه را به نام کوچه اتفاق کنین؟ والا می اتفاق می خودم مردم بودم که همسایا دوستا جمع شدن که مثلا اتفاق کنن که کوچه منظم شد، که جایی که زندگی میکنیم که پاک منظم باید باشه. سلامت باشی. همی گل و گلکاری و سرک و مقبولی و رنگ و رنگ آمیزیشی تمامش کار همی مردم منطقه است؟ کل همی همسایا دوستا هم داده اتفاق کردن که همی کوچه جور شد
چون از هم اطفال که دیگر مم رایه یک جای پاک منظم باید باشه باشه. نه سلام هم چی گیت مقبول دارم دروازه شما اما گیت که داخل از کوچه دارم رنگ آمیزی کردگی مقبول. خب یک سوال دیگر که خودت وقت در امی کوچه میایی قدم میزنی میخوای مثلا جای بری و دوباره بیای چی احساس میکنی که در کدام سرک قدم میزنی خودت؟ فکر میکنم که در ترکیه هستم خارج هستم. در ترکیه هستی؟ سس آرامش میکنم سر جا. سلامت باشی. امی باخشه مربوط خودت از بله مثلا. خب یک کمی در باری این باخشه هم کنم کدام گلا را بینجا خرس کده کدام نهال است و چی خصوصیات داره این باخشه هکتار؟ دیوال بداست شاندیم بخترم این سرسبزی دیگه اونجا درخت های انار است شاندیم گلای مرسل است بسیار نام گلای خب یک کمو تو بریم دیگه این گلار هم که میبینه البته خال وقت گلش نیست گلای علی سکن میگنش این بلند بلند فعلا دیگه وقت گلش نیست دیگه از این معلوم باشه که نام خدا خودت خوب در باره گلا معلومات داری چطور کنیم دیگه زندگی سمون خب خب گل و گل بازی دیگه دمت یک فضای را بر آدم ببار میاره که بتون آدم عاشقانه طرفش فقط نگاه کنه و دست نزنه که خدای نخواسته خراب نشه خب مشکلات شما در این سایه چی هست؟ از نگاه عام و از نگاه دیگه مشکلات چون این قسم این کوچه نسبت به کوچه های دیگه به نظر من به آب خیلی زیاد نیاز داره خب مشکلات که فعلا نداریم چون خود مردم دست هم داده همین به خاطر صفایی کوچه اتفاق کردن پاکاری میکنن مثلا یا خود مردم همین کوچه هست مثلا رنگ آمیزی شما اگر میبینین خود ما همسایه مثلا پول انداز کردن خودشان مثلا سرک رنگ آمیزی کردن سلامت باشین دیگه دولت در این قسمت به شما کلاه نداشت خب از این که کوچه های دیگه ارزان قیمت ها ما شاهد بودیم سنگ فرش ها بود و از طرف دولت در این کوچه دولت با شما چی کرد؟ کدام کارا را کرد تا شما اضافه تر تشویق شده باشین و بخواین که تو باخشه های مقبول در اینجا ایجاد کنید؟ دولت خب بر ما صرف همه پختکاری شکرده خب. البته در وقت جمهوریت دیگه فعلا هم سرسبزیش به دست مردم بده مردم همه سرزبایی را که مثلا در کوچه مینه اتفاق همین خود مردم کوچه بده سلامت باشه خداوند همیشه هم شما را با اتفاق داشته باشه و تشکر از اینکه وقت دانه صرف ما کردیم بخیر باشه قربان باشه. سلامت باشه بخیر باشه خب دوستای عزیز ببینید چی یک باخشه که مقبول دیگه هم در این قسمت یک گلای خیلی منظم و واقعا در این منطقه را که وقتی که گل گلزار باشه زیبا باشه ما میایم خوش میشیم و ببینیم که نام خدا بود یک جای آرام است و خیلی فکر ما را راحت می سوزه و این کوچه بینین این قسمت ها را سنگایی را که رنگ آمیزی کرده به خاطر از این رنگ آمیزی کرده تا بتوان از طرف شب موترها مثلا نبور و مرور که میکنه سایه او یک علامه شناسایی برشان باشه و اینی دو خط دیگه را که در این طرف سرک انداخته این دو سرکه است دوستا یک خط است که از این قسمت مثلا میتونن برند به صورت مستقیم و سرک دیگه است که همو اشارهش یا وکتورش طرف بیرونی است که مثلا وقتی موتر است اینجا مبرایه باز زمین قسمت باید بره و جمپک های خیلی نرمال عادی هم در این سایه اینا جور شده که مردم میتونن براحتی موتروانی کنن برن و دانه خانه هر هم وطن ما که در این قسمت است منظم است پاک است و مسئولیت دارن که باید در این حفظ نگهداری از این سهم برازنده بگیرن و همچنان نگهن از طرف دیگر که میشه تمام اگه همسایه دست به دست میتن میاین آب میتونم این نهالا را سرکا را پاک میکنم صبح وقت هم پاک میکنم دیگه از این که در بالاتر دیگه چیز بوده نمیتونم دوستای عزیز شما تصاویر دیدین چقدر زیبا جای چقدر مقبول جای و جای است که خیلی خوشایند است آقای صاحب در کنار ما از یکی از مصافیدای است که در این ساحه زندگی میکنن شما نظریات و زنان برای ما گنج است و نظریات شما میداشته باشیم السلام علیکم آقای صاحب وقتت بخیر نام مبارک نام مجزبی الله
آقای صاحب ذبیح‌الله خان، خب چی احساس داری، چی انگیزه داری که یک کوچه مقبول و زیبای کنکریتی پاک گل و گلستان والا این کوچه خو می کوچه چی وکیل کوچه ام که واس د چی می گردم کلی د وخت بهار همی کلی مردم همی چی را جای خدا پی بیل میکنه چی گلکاری میکنه به خاطر زیبایی کوچه اینا به خاطر دیگه. سلامت باشین. یعنی کار از کوچه تمامش از مصارف شخصی مردم نه این مردم چی کلش پیسہ میندازه با همین جور میکنه با یک جای میکنن پیسہ یک جای میکنه اینا می دو وقت ای دو دای چی اینا کلی شرنکاری میکنه و کلی همی چی داره دو وقت بهار کلی همی چی را میکاره. سلامت باشی. کس هست که باز به خاطر کنترل باشه که مثلا درخت ها را کس نکنن، نهال ها را کس خراب نکنن؟ نه، هر کس همی چی خود چی میکنن؟ مسئولیت کجای خانه؟ مسئولیت کجای چی خانه، پیشروی خانه خود همی چی میکنن؟ سلامت باشی. پیامت با دیگه کسایی که در کوچه های دیگه زندگی میکنن چی هست؟ باید که کلش همی تو پاک باشه به خاطر که اگر نمی گندگی کوچه بسیار مرزا و چیزا رو پیدا میشه. سلامت باشید. بخیر باشید. تشکر. شما رو تشکر. خب دوست عزیز آقای صاحب ذبیح الله بودن که نظریات خدا دادن، نظریات مثبت شدن. بخیر باشید آقای صاحب. شما بازم واسه تصویری ببینید دوباره برگردین با ما باشه. خب دوستا زیاد حرف نمیزنیم، ناگزیر هستیم که با شما هم خدافیزی کنیم. برنامه خودم به همینجا پایان میرسانیم تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز ما مسعود محمدی در خدمت شما قرار میگیرم. شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش. الله نگهدار.